پروردگار به همتا. دوستان عزیز سلام خدمت شما بیننده های خوب تلویزیون راه فردا و برنامه صبح فردا. دوستان عزیز قسمی که شما در جریان هستید، ما همیشه کوشش میکنیم استعدادها را به تصویر بکشیم. امروز همچنان ما در جای قرار گرفتیم که چهار اطراف ما خطاطی های بسیار قشنگ و زیبا هست و امروز در یکی از مجموعه های آمدیم که شاگردان بسیار زیاد تربیت میشه و همچنان کسی مسئول اینجا هست که این خدمت را بر مردم ارائه میکنه. با مسئول اینجا آشنا میشیم. سلام، وقت شما بخیر. سلام، من خیلی مقدم از میکنم، خیلی خوش آمدید. عارف غلامی هستم، تقریبا در حدود 7 سال میشه من مسئول انجمن خوشنویسان افغانستان هستم. در حدود 33 سال میشه من کار خوشنویسی و خطاطی میکنم و از سال 83 که ما از ایران آمدیم و در حدود تقریبا 18 سال میشه که من به امر آموزش مصروف است. 4 رشته خطاطی من کار میکنم: نستعلیق، نسخ، ثلث و شکسته، و با مدرک فوق ممتاز که تقریبا معادل ماستری میشم من از انجمن خوشنویسان ایران فارغ التحصیل شدیم و علاقه من بیشتر به خط نستعلیق و شکسته است، چرا که اگر بخوایم سابقه همین هنر بسنجیم، همین هنر خطاطی مخصوصا خط نستعلیق و شکسته در افغانستان به اوج و شکوفایی خودش رسیده. چاشنی کار ما همین مطالب ادبی هست. من بیشتر سعی میکنم از اشعار مولانا، حافظ، سنایی و سعدی استفاده کنم، از همین کلام بزرگا مثل احادیثی که از امامای ما هستن و آیات قرآن من سعی میکنم استفاده کنم و مطالبی که پیام داشته باشه. در کنار استاد هستیم و استاد همچنان میخواید یک خطاطی را بر ما هم تو عملا کار کنه و از خود استاد میپرسیم که چی میخواین بنویسن. من همین عنوان برنامه شما که صبح فردا بونمور به صورت سیامش و بسیار مختصر من میخواییم نویشته کنم که یک تحفه باشه برای برنامه تا. بسیار عالی. یعنی تابلو صبح فردا خلاص شد به صورت سیامش، من این را تقدیم میکنم به شما و دستاندرکاران برنامه تون. استاد، تا حال چند شاگرد تربیت کردید و چند شاگرد هم فعلا در حال آموزش هست در آموزشگاه؟ خب تعداد شاگردان نمیشه دقیق من مشخص کنم که چی تعداد آمدن اینجا آموزش دیدن، شاید در حدود دمی 17 سال حدود 3-4 هزار نفر آمدن اینجا تعلیم دیدن. بله. بله. خب این 3-4 هزار نفری که میگم کلگشون با نی کار نکردن، اکثرا کسانی هستن که از خطشون رنج میبرن، میخواین خطشون خوب شه و مقبول شه و خط زیبایی پیدا کنن، میاین اینجا خط تحریری کار میکنن که در حدود 2-3 ماه دیگه خطشون خوب میشه. منتها کسایی که علاقمند هستن که هنرمند شون و کار خطاطی رو حرفه‌ای کار کنن، او دیگه وقت زیادتر میبره. در همین مدت 17 سال شاید در حدود 20-25 نفر به درجه عالی و ممتاز رسیدن. یک کسی اگر بخواین مثل ما که هیچ اصلا خطاطی رو کار نکردم، اگر بخوایم تازه شروع کنیم، از کدام نوع خط شروع کنیم؟ کسی که اگه بخوای خط روزمرهش خوب شه، اما خط نستعلیق معمولا بیشتر میان کار میکنن، آموزش میتیم که در حدود 2-3 ماه نهایتش یاد میگیرن، یعنی پروسه را ختم میشن. منتها کسی که با قلم نی کار کنه، بازم ما همون اول در درجه اول میگیم خط نستعلیق کار کنه، چرا که خط نستعلیق مربوط به می کشور هست و باید اول خط نستعلیق کار کنن که عروس خطهای اسلامی هست و مهمتر از خطهای دیگه است. به نظر من کسی که نستعلیق خیلی خوب بلد باشه میتونه خطای دیگر هم به آسانی یاد بگیره. بله. استاد، غیر از این 4 خطی که شما گفتید، یعنی تا هنوز کار کردید، با کدام زبان دیگر غیر از زبان فارسی دری هم تا هنوز خطاطی کردید یا خیر؟
خب خطای عربی داریم، مثل نسخ و سلس که به زبان عربی هست، آیات قرآن هست نوشته کردیم. دیگه بعضی وقتا کارهای تفننی کردیم، مثلا حروف خطای ژاپنی رو ما استفاده کردیم، یا حتی من یک طرح یک وقت نوشته کرده بودم شبیه به خط ژاپنی شده بود، من تا از همه خطا من استفاده کرده بودم. یک الف مثلا سلس بسیار دراز کشیده بودم، باز مثلا شبیه به خط ژاپنی گرفته بودم، مثلا حروف های خطای دیگر هم باش تلفیق کرده بودم. هر کس که سعی میکرد اول فکر میکرد خط ژاپنی است، وقتی که خوب از دقیق سعی میکرد نه، همه حروف های خط فارسی و عربی است که اینا با هم دیگه میکس شدن، شبیه به خط رسم الخط ژاپنی شده بود. همچین کار ما کردم. دوستان عزیز، در پیش روی ما یک اثر بسیار زیبا با خط بسیار زیبا نوشته شده و همچنان قسمی که من میبینم کار بسیار مشکل هست، یعنی مهارت بسیار خاص میخواید. از استاد میپرسیم که این اثر از چطور خلق کردن، فرمایشی هست یا که همونطور برای دکور ساختن؟ این اثر که شما مشاهده میکنید یک کار سفارشی است که توسط یک از دوستان برای ما سفارش دادن، که ما از اشعار حافظ استفاده کردیم برای تابلو، برای نوشتن تابلو و خط نستعلیق. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. این دو بیت یا چهار مصرع در قالب چلیپا کار شده و اطرافش سیامش کار شده که با رنگ متفاوت تر از رنگ نوشته، و با رنگ سیاه و نقطه سرخ، و این با رنگ آبی و نقطه سرخ کار شده، و بازم یک به صورت سطر اطراف از این تابلو باز کار شده که در قالب تقریبا مستطیل این کار بسته میشه. بیننده های عزیز، فعلا ما یک اثر متوجه شدم که خیلی هم زیباست. از استاد میپرسیم که این اثر شانه چه وقت خلق کردن و از چه حکایت میکنن؟ این اثر که شما ملاحظه میکنید در قالب رقص سما از اشعار خود مولانا هست، که من یه به سفارش یک از دختر خانم های افغانستان که در مقیم کشور کانادا بود برای من تماس گرفتن، گفتن این شعر در قالب رقص سما برای من طراحی کنم و نوشته کنم، که در حدود 7 سال پیش من نوشته کردم که یک نسخه شعر برای همون کسی که سفارش داد روان کردم، یک بار دیگه من این اجرا کردم برای خودم، که از این سر شانه شروع میشه که ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست بیایید بیایید. مکمل همین شعر مولانا در همین تصویر گنجانده شده، چی در اطراف تصویر و در داخلش هم که واسط سیامش کار شده.